در روز دومی برگزاری کنفرانس سیومی بین المللی اوید با دستولای بین المللی عمل او برای رشد سوار سال 2018-2028 جلسه پلنری با اشتراک سرانی هیئت های ادامه یافت. جلسه تحت ریاست معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان سلیمان زیوزاده جریان گرفت. اشتراکچیان این جلسه آب و تامینات با این ثروت بهبهای طبیعت را اساس رشد همه بخش ها از جمله صنعت و کشاورزی معنی داد کرده، تغییریابی اقلیم سیاره را خطر بزرگ برای جامعه جهانی ارزیابی نمودند. طبق معلومات یوموری 70% سطح زمین را آب فرا گرفته است. 97.5% آن آب شور بوده، 2.5% آبهای سیاره تازه و قریب 68.7% آن را آبهای یخ کرده و پیریخ ها تشکیل می دهند. امروز بیش از 663 میلیون نفر در نزدیکی محل زیستی خود از منبع آب آشامیدنی محروم بوده. 2.2 میلیارد اهالی کره زمین به آب تازه پاک دسترسی ندارند. طوری ذکر شد در دولت های پیشرفته تا 30% ذخیره های آب تازه از سبب اخراج شدن تلف می یابد. در بعضی شهرهای کلان تلفات می تواند به 70% رسد. آب نه تنها برای رفع تشنگی و نگاه داشتن حیات و سلامتی ضرور است، بلکه ذخیره های آن در تمام ساحه های رشد اقتصادی، اجتماعی و انسانی اهمیت کلان دارند. قطعی تامین آب به پیشرفت تمام ساحه ها، تندرستی، غذا، برابری گندری، شغل، معارف، صنعت و ثبات خلل می رساند. حکومت های محلی و جانب های منفیت دار در همه سطح های جامعه برای گرفتن عهده‌داری های اختیاری جهت سرعت بخشیدن و پیشرفت در سمت نایل گردیدن به هدف های رشد استوار و دیگر هدف و وظیفه هایی که در سطح بین المللی وابسته به آب موفق شده است همکاری خواهند کرد. طبق گزارش کارشناسان جهان امروزه با مشکلات مربوط به آب مواجه است. الحال در جهان حدود 800 میلیون نفر به آب نوشاکی به ضرر دسترسی نداشته، انتظار می رود که با نظر داشت افزایش تدریجی اهالی تا سال 2030 قریب 40% اهالی جهان با مشکلات نارسایی آب دچار گردد. استفاده نادرست آب در ساحه کشاورزی که 70% ذخیره های آب را تشکیل می دهد، به شورشوی تقریبا 20% زمین های آبیاری آورده رسانید که دستیابی به خطری آذوقواری را در آینده زیر شبهه می گذارد. زیرا الحال قریب 60% ذخیره های آذوقه جهانی توسط آبیاری کشاورزی تولید می گردند. دیگر مشکلات مبرم ساحه آب این در سطح ضروری قرار نداشتن همکاری های بین دولتی آید به استفاده آب های فرامرزی است. باید تذکر داد که حوزه های دریا های فرامرزی 45% قسمت خشکی دنیا را فرا گرفته. در حدود آنها زیاده از 40% اهالی کره زمین زندگی می کند. در این حوزه ها 145 دولت دنیا جایگیر بوده، بدون همکاری حل مسئله های مربوط به آب و در این زمینه تامین سطح و صفت مناسب زندگی برای اهالی آنها مشکل می گردد. همین گونه در ادامه جلسه پلنری بیش از 60 نفر سران هیئت ها برآمد نموده، فکر و اندیشه های خود را دایر به مشکلات آب و اقلیم در جهان و دولت های خود بیان داشتند.